سیاست، بینش، آگاهی، خرد، دانش، اصلا اینها واقعیت وسط نیاد. این واقعیتیه. دقت فرمودی؟ این از ما هست که داریم در خط مقدم شمشیر میزنیم، بستر رو فراهم بکنیم که این اونها جرأت کنن بتونن وارد میدان بشن. و بدون تردید اگر مردم با فریاد جاویدچا همچنان ادامه بدن، با آگاهی، با هوشیاری، با حداقل گوش دادن به خودمون، بین میهن پرستان و این همازولی که وجود داره، میتونیم در واقع این روند رو تغییر بدیم و این بازی رو تغییر بدیم و میهنمون رو پس بگیریم. نکته آخر دوستان، این ویروس کرونا، یه پرانتز باز کنم، این ویروس کرونا بسیار خطرناک میتونه باشه. دقت فرمودید، دستساز بیوتروریستی هست یا هر چیزی. ببخشید در این رابطه، چون یه بحث کاملا مفصله، اجازه بدیم ما بحث این ور رو ببندیم، بعد اون ور با چند تا ویدیو هست باید توضیح کامل بدیم، ممنون میشم. چون بحث اینو ببندیم. آره باشه باشه، من فقط میخوام بگم که عزیزان خیلی مراقب باشید، همینو فقط خواستم بگم، بسیار بسیار مراقب باشید. به هر روی سپاس از مهرتون جناب کمالپور، جناب قاسمی پرتوان باشید، راهتان همواره پر ره رو باد، راهتون رو ادامه بدین که بی تردید راهیست که میتونه به آزادی میهن برسی. سپاس از مهرتون و به تمام باشندگان که همراه بودن، پاینده ایران و جاوید شاه. سپاس جناب قرارالی، وقتتون خوش. جناب کمال بود، تا شما یه توضیح بدید، من این گوشیم شارژش تموم شد، اینو بذارم به شارژ برگردم. خب الان شما روی قضیه این معامله بزرگ قرن اسرائیل خیلی کار دارم، خیلی کار دارم، خیلی کار. از شما بیه توضیحاتتون رو بدین، ویدیوهای بعدی رو من آماده میکنم. دوستان برنامه رو اشتراک گذاری بکنید، چند تا موضوع بسیار مهم هست، یکیش همین ویروس کرونا است و نقشه‌های جدیدی که برای ایران کشیدن هست که اینا رو باید ببینیم با هم دیگه. برنامه رو در حد توانتون هر چقدر بیشتر بهتر اشتراک گذاری کنید، دوستان جمع بشن، دوستان در اینستاگرام هم در دایرکت ارسال بکنید که بتونیم فعلا رسانه ماها هستیم، خودمونیم، شما هستید که با انتشارش میتونید حمایت کنید برنامه رو، پس دریغ نکنید. سپاس. بفرمایید جناب قاسمی. خب دوستان، همینجوری که شنیدید یکی از مطالبی که هیچ کس بهش اشاره نکرده و اصلا شاید همین الان دوستان توی برنامه دارن میشنون این جمله رو شنیدن، صحبت که آقای نتانیاهو کرد که سرزمین، اینو میگم برای که یه پکیج کامل بشه راجع به این سند معاملی قرن، و اگه کسی خواست جای پخشش کنه این یه تیکه دیگه فاصله توش نیفته، حرف و حدیث توش نیفته. صحبتی که ویدیویی که جناب کمالپور نشون دادن صحبت آقای نتانیاهو بود در معامله قرنشون، که ایشون رسما اعلام کرد، گفت که ایالات متحده آمریکا به رسمیت شناخته سرزمین هایی که در آینده جزء خاک اسرائیل و سرزمین اسرائیل خواهند بود، و من خوشحالم که ایالات متحده به این توافق رسید. وقتی صحبت از ایالات متحده میشه یعنی کشورهای دیگه هم اوکی کردن، همه توافق کردن، و اتفاقا اولین کشوری که این معامله قرن رو به رسمیت شناخت حتی قبل از آمریکا، حتی قبل از اسرائیل، کشور انگلستان بود. اولین کسی که مورد تایید به این سند زد، و این سند سندیه که همون جناب مهرمانی الان توضیحاتش رو داد، سند کیونیم یا اسرائیل بزرگ، که غرب ایران، شمال غرب ایران و جنوب غرب ایران رو از یک سو، شرق ایران، شمال شرقی و جنوب شرقی ایران هم از سوی دیگه زمینه خاک خودش میکنه، یعنی زمینه اون مستعمره هایی که در آینده تحت عنوان حکومت های فدرال قرار زمینش هم این ور چیدن، یا شورای مثل شورای حسن، مدیریت حسن شریعت مداری، یا احزاب کرد نمایی مثل اون دوتا جریان که اون اسم خودشون هم گذاشتن، حزب دموکرات ایران و کردستان و کمالا، این چیزا عواملش هم اونها هستن برای اجرایش، و عوامل داخلیش هم که داخل ایران، یعنی تمام این شرایط رو جمهوری اسلامی طبق نقشه ارباب‌هاش آماده کرده. و این سند، آقای نتانیاهو خبر از این میده که این سند تایید شد، تصویب شد، تموم شد، و قرارم نیست که شما توی اون سند معامله قرن همه اینا رو ببینید، چون اگر بخواید ببینید دیگه اسمش سیاست نیست، دیگه اون اسمش سیاست نیست، دقیقا یه چیزیه که یه اتفاقیه که الان یه سری مسائل شما میفهمید میشنوید،
در آینده صداش صبح در میاد به قول معروف، بعدا متوجه بشید. اما یه بخش دیگه دقیقا 24 ساعت بعد از امضای این سند یه اتفاق دیگه هم افتاد. آقای بریان هوک یک سخنرانی کرده، کنفرانس خبری داشت و توی این کنفرانس خبری یه مطلبی رو گفت و اونم متاسفانه هیچ کدوم از هموطنان ما متوجهش نشدن که ایشون چی گفت و از روش عبور کرد. در حقیقت همون جوری که قبلا گفتیم خیلی از سیاست ها رو قبلها توی فیلم های سینمایی هالیوود این سیاست ها رو به پرده میکشن، ملت میبینن و متوجه نمیشن و بعد سرشون میاد، این صحبت رو هم این آیون میکنن، ماها نمیشنویم. مثل چیزی که خمینی سال 57 گفت، خمینی یک کلمه دروغ نگفت و برخلاف همه ادعاهایی که همه میکنن میگن خمینی دروغ گفت انقلاب ما رو دزدید، نه، خمینی هر چیزی که گفت کاملا راست گفت و بهش عمل کرد. هر چیزی که گفت یک کلمه توش دروغ نبود. حالا بریم صحبت های آقای بریان هوک هم بشنویم توی این زمینه، ببینیم آقای بریان هوک چی میگه و ما ایرانی ها براش کف و سود میزنیم. چاو کم آفو. من یه توضیح بدم خدمت دوستان، فقط راجع به همین باشه لطفا، چون میخوام یه پکیج کامل باشه. بله، خدمت رو عرض کنم که یکی از تلاش هایی که رضا شاه بزرگ در زمان پادشاهیش انجام داد، خروج نیروهای انگلیسی از جنوب ایران و نیروهای اتحاد جماهیر شوروی از شمال ایران و سرکوب تجزیه طلب ها بود. عملا مطلبی که الان شما از زبان برایان هوک میشنوید و بعد نقشه هایی که حالا در ادامه برنامه خواهید دید اونها رو میبینید، بارها گفتیم در برنامه های مختلف، جمهوری اسلامی آمد تا ایران رو برگردونه به زمان قاجار یا حتی قبل تر از قاجار. این اتفاقاتی که الان در این برنامه داریم توضیح میدیم اثبات همینه. ورود نیروها رو ببینید، افرادی که دارن نقش آفرینی میکنن رو ببینید. ببینید جمهوری اسلامی از سال 57 تا اینجا دقیقاً مو به مو تمام سیاست های ضد ایرانی رو مو به مو به اجرا گذاشته. با هم ببینیم برگردیم. خلیج فارس هم صحبت بکنم. در منطقه خلیج اقدامات ما برای بازدارندگی ایران از خراب کردن وضعیت در اونجا پیش رفته. ما امروز در بحرین که مرکز فرماندهی ما در اونجا هست، حالا در واقع بریتانیایی ها کنترل این منطقه رو در دست خواهند گرفت. ما از رهبری اونها ممنون هستیم. ما افتخار میکنیم از اینکه اقدامات بین المللی برای تأمین امنیت خلیج و همینطور تنگه هرمز رو تأمین کردیم. بله دوستان شنیدید. جناب قاسمی بفهمید. جناب کمالپور یه بار دیگه لطفاً اینو پلی کنید دوستان بشنوم. خلیج فارس هم صحبت بکنم. در منطقه خلیج اقدامات ما برای بازدارندگی ایران از خراب کردن وضعیت در اونجا پیش رفته. ما امروز در بحرین که مرکز فرماندهی ما در اونجا هست، حالا در واقع بریتانیایی ها کنترل این منطقه رو در دست خواهند گرفت. ما از رهبری اونها ممنون هستیم. ما افتخار میکنیم از اینکه اقدامات بین المللی برای تأمین امنیت خلیج و همینطور تنگه هرمز رو تأمین کردیم. جناب قاسمی بفرمایید. خب بله، همینجور که دوستان شنیدید آقای بریان هوک افتخار کردن که موفق شدن سیاست استعمار پیر ارباب خودشون انگلیس رو در منطقه پیاده کنن و موفق شدن. جالبه، این خیلی جالبه، سیاست شاهنشاه ریامر و رضا شاه بزرگ در این بود که جناب کمالپور توضیح داد که این
مجموعه استعمار پیر رو از منطقه دور کنن و دور کردن. شاهنشاه آریامه تمام‌قد ایستاد و انگلستان رو از اون منطقه دور کرد. خیلی اینا اصرار دارن بیان بریتانیای بزرگ، خیلی اصرار دارن روی بریتانیای بزرگ، در صورتی که به قول احمدی‌نژاد یه جزیره ایدن. ولی کلا آقای بریانو افتخار میکنه که به جایی رسید کار که انگلستان کنترل خلیج فارس و تنگه هرمز رو به دست گرفت. کدوم انگلستان؟ انگلستانی که شما در این اتفاقات اخیر اصلا در سیاست کلان نقشی از انگلستان نمیدیدید. خودش رو درگیر کرده بود با برگزیت و اصلا توی سیاست، توی بازی‌های جهان نبود. اما چرا یه دفعه باید فرماندهی کنترل اون منطقه به انگلستان سپرده بشه؟ کشور دیگه‌ای نبود، جریان دیگه‌ای نبود؟ نه، انگلستان دو تا بازو داره، آمریکا و اسرائیل، و از اون ور بازوی سومش روسیه است که دقیقاً شمال و جنوب ایران رو الان تحت کنترل خودش درآورد. یعنی چی؟ یعنی انگلستان بعد از 40 خورده ای سال مجدداً به منطقه وارد شد و اون قسمت جنوبی ایران رو کنترلش رو در دست خودش گرفت. به همین سادگی و به همین راحتی. و آقای بریان هوک میگه ما میخوایم جلوی خرابکاری ایران رو بگیریم. اصلا جوکن اینا. شما یا این نیروهایی که مؤتلفه هایی که نیروهای نظامی تو خلیج فارسه، جمهوری اسلامی طبق برنامه قبلی که ما گذاشتیم که اون سیستم نورد رو آمریکا داره، جمهوری اسلامی میاد موشک میفرسته از بالا سر ناوهای آمریکایی در خلیج فارس، این موشک میره میخوره به آرامکو و این همه اتفاق میفته. خب اینها اصلا متوجه نمیشن سیستم نوردی که استارت موشک که میخوره اون در جریانش هست. میخوام بهتون اینو بگم، میخوام بگم سیاستی که داخل ایران داره اداره میشه، داره پیاده میشه، و سیاستی که در سطح منطقه داره پیاده میشه، جفتش یکیه، منتها اینها تکمیل کننده همه، یکی باید پاس بده اون یکی بزنه تو گل. و این وسط جنوب ایران عملا و رسما توسط انگلستان اشغال شد و این 24 ساعت بعد از سندیه که معرفی شد به اسم سند قرن و هیچ کدوم ما ایرانی ها اینجا رو متوجه نشدیم. یه بخش دیگه هست، یک خب بذار من اینو توضیح بدم بعد شما اون عکس رو بذارم. غرب و جنوب غرب، شمال غرب و غرب ایران تکلیفش روشن شد الان که این قسمتی که قراره بیفته جزو اون نقشه اسرائیل بزرگ، البته تحت اسم اسرائیل بزرگه، اینم بگم فکر نکنید که قراره کشور اسرائیل بیاد اونجا، نه اینجوری نیست. حکومت‌های خودمختاری در این مناطق گذاشته خواهد شد که این حکومت‌های خودمختار و فدرال تحت نظارت و مدیریت جریانی است که این جریان حالا به اسم اسرائیل توی اون منطقه. یعنی چی؟ یعنی اقلیم کردستان عراقی مثلا فرض کنید یک همچین حکومتهایی تشکیل بشه و اینها مستقیما سرانشون یا مسئولینشون عوامل این جریانی باشن که تحت عنوان اسرائیل نام داره حالا، یا کلمه بازم زیر مجموعه انگلستان میشه. پس اینجوری نیست که پایتخت اسرائیل مثلا بیاد توی فرض کنید خوزستان ایران، نه، حکومت‌های خودمختار گذاشته میشن، عواملی میشن که زیر نظر این جریان اداره خواهند شد. این مال غرب، جنوب غرب و شمال غرب ایران. حالا میایم سراغ شرق ایران، شمال شرق و جنوب شرقی ایران که همتون در جریانش هستید. بعد از این اتفاق، بعد از این سند، یه دفعه رئیس فرمانده جناب کمالپور رو عکس لطفا بذارید اگه هست. من چون یه مقداری تأخیر داره برام تا عکس بیاد روی
من تصویر ببینم روی صفحه، یا میخوای شما تصویر اگر داری الان خودت؟ بله، فرمانده سنتکام میگه افزایش تهدیدهای ایران در افغانستان نگران کننده است. خب این میدونی دوستان یعنی چی؟ این یعنی این که این ور همه چی آماده شد، همه چی به قول معروف فیکس شد، قراردادها نوشته شد، مهره ها چیده شدن، حالا بیاد بیاید سراغ این ور. فکر میکنم اینو جناب مهربانی تو دو سه تا برنامه‌اش توضیح دادن. بخشی در شرق و شمال شرق ایران هست در خاک افغانستان که بهشون میگن پشتونهای افغانستان، که حالا یه سری ها مدعی دارن میشن، اینو زمینه سازی شده از قبل ها، مدعی دارن میشن که این پشتونهای افغانستان هم یهودیانی هستن که از دیرباز بودن و فلان، ولی اینا زیر مجموعه قوم یهود و مذهب یهود یا دین یهود یا هر چیزی که هست، و این زمینه رو اتفاقا در داخل افغانستان هم در اون قسمت پشتون ها این سابقه داره، زمینه داره و افکار عمومیش هم آماده شده. از طرف دیگه شما میبینی یک هواپیمای نظامی آمریکا در افغانستان زده میشه و اون سیستم نوردی که قبلا صحبتش کردین هیچ گونه اشاره ای فعلا به اون جریان نکرده که اون هواپیما جان مراجع سیستم سازمان نوراد، نوراد بود یا نورده؟ نوراد. حالا همین که با تو برنامه گذشته در موردش توضیح دادیم و اسنادش هم ارائه دادیم، الان قضیه از این قرار میشه که شما به زودی تنش ها و درگیری های مصنوعی بین جمهوری اسلامی و نیروهای آمریکا و از جمله بخشی از حکومتی که الان در کشور افغانستان هست، شما یه سری درگیری ها رو حالا دیگه باید توی شرق ایران ببینید. غرب ایران همه چی فیکس شد، آماده است، باید حالا بریم شرق ایران هم این کار رو انجام بدیم. این هم یکی دیگه از اتفاقاییه که بعد از توافق و بعد از امضای اون سند میاد بیرون. یکی دیگه از توافقهایی که باید اتفاق بیفته و رسمیت داده بشه بهش، بخشیدن دریای کاسپیانه که قبلا در موردش صحبت کرده بودیم، حتی الان ویدیوش رو جناب کمالپور هم میذاره که توی شبکه 3 جناب مهربانی هم توضیحات شده، شبکه 3 میاد این کار رو انجام میده. ولی دقیقا فردای این توافق شما میبینید در سایت های روس، روسیه میاد و رسما سندی یا نقشه هایی رو نشون میده که این نقشه ها حاکی از اینه که فکر کنم اون عکس رو برای شما نفرستادم جناب کمالپور، احتمالا نفرستادم براتون، میاد در دریاست تقسیم بندی دریای کاسپیان رو روسیه بعد از اون توافق میاد و اینو به صورت رسمی منتشرش میکنه که در اون نقشه‌ای که اینها دارن منتشر میکنن ایران 11% از دریای کاسپیان داره و این اتفاق میفته. ولی میایم در بخش بین الملل، شما الان یه ویدیوی باز جناب کمالپور اینا رو میذاره توی نوبت نشون میده، لطفا یک ویدیویی رو که فکر میکنم لوموند آنلاین، فکر میکنم لومونده درسته جناب کمالپور؟ فیگارو پوزش میکنم فیگارو. میبینید فیگارو میاد و یک ویدیویی رو درست میکنه، یک گزارشی رو میاد منتشر، الان جناب کمالپور بعدم میذاره، که اتفاقا همون نقشه ایرانی که جمهوری اسلامی در داخل استدا و سیماش نشون میده که دریای کاسپیان ایران رفته، فیگارو هم میاد همون نقشه رو استفاده میکنه. و اینا رو الکی نگیرید، یعنی مثلا یک رسانه‌ای مثل فیگارو این نمیاد همینجوری دیمی یه چیزی پخش کنه، این یه چیزی رو باید بهش رسمیت بده، باید سندیت بهش بده و میاد توی گزارشی که تهیه میکنه، الان بعد از صحبت من جناب کمالپور میذاره، یا میتونید روی صحبت من هم بذارید اون ویدیو رو اگه صدا نداره. صدا داره؟ خب بذارید این ویدیوی فیگار رو هم بذارید لطفا. اول شبکه 3 رو ببینیم چون آماده کردم، بعد همزمان پشت سرش فیگارو رو میبینیم. ببین ما نمیتونیم مردمی بشیم که یه هفته شیر نخریم، به نظرت چرا؟
شیر رو مصرف نکنیم. آره آقا. خب خیلی از همکاران زلاب در آبیاری مزارع سبزیکاری جنوب بله. تهران. اینو یادم. خب این خیلی بحث هست. ما بحثی که به واقعیت من به شخصه مربوط به شبکسته هستش که اگر جایی برم میگم عرض کنم بله البته بابا بیشتر کنترل کردن مثلا هپاتیت هست یا مثلا خب فاضلاب بیماری عفونی داره من موردی رو عرض میتونم بکنم خدمتتون. انگلیس به نام توکسوپلاسما یک تکیافته انگلیس که اینجا پشت مجری و مدیر اون برنامه مهمان هست بخشی که دیده نمیشه اونجا هم کاهش پیدا کرده. Conclu entre l'Iran et les États-Unis, avec le soutien de six autres puissances, l'accord doit permettre de limiter le programme nucléaire iranien en échange d'économies. Ils rétablissent ainsi l'embargo supprimé par l'accord de 2015. Plusieurs secteurs clés sont... Conclu entre l'Iran et les États-Unis, avec le soutien de six autres puissances, l'accord doit permettre de limiter le programme nucléaire iranien en échange d'économies. Ils rétablissent ainsi l'embargo supprimé par l'accord de 2015. Plusieurs secteurs clés sont... دوستان همین ویدیوهایی که دیدید این همون نقشه‌ای که جمهوری اسلامی توی صدا و سیمای میلیش نشون داد و ما مردم متاسفانه نفهمیدیم این همون هم فیگارو میاد و توی گزارشی که بعد از اون توافق اتفاق میفته میاد و برای اولین بار توی مستندش از ایران با اون همون 7-8 درصد هم بیشتر نیست اون سهم ایران از دریای کاسپیان که اونم به زودی آب دریای کاسپیان یه مقداری ته‌نشین بشه اونم میبخشنش میگن که آب رفته پایین و ساحل ایران دیگه آب نداره بنابراین اون یه تیکه آبی هم از بالای نقشه ایران حذفش میکنن. میخوام اینو به شما بگم وقتی اون اتفاق افتاد و وقتی اون سند امضا شد وقتی همه توافق کردن شما در یک چشم هم زدن میبینید که جنوب ایران رفت شمال ایران رفت جنوب غربی و غرب و شمال غربی ایران رفت و البته اینم به شما بگم این لازمه اینجا توضیح داده بشه اینجوری نیست وقتی ما الان داریم صحبت میکنیم میگیم جنوب غرب ایران و غرب ایران و شمال غربی ایران و شرق ایران رفت از ایران جدا شد ببینید به این صورت جدا نمیشه چجوری جدا میشه؟ به همین صورت شما ببینید زمینه‌ای در کشور ما از سال 1374 به صورت رسمی زمینه سازی میشه پروژه میاد در داخل ایران تحت عنوان پروژه اصلاح طلب که ما بارها و بارها در برنامه توضیح دادیم و اون حکومت آمریکا که قبلا گفتیم دقیقاً آمریکا هم مثل همین الان جمهوری اسلامی یک حکومت داره و یک دولت داره متأ حکومت آمریکا حکومتی که تشکیل شده از مافیا خودشون گردن کلفتا مثلا کوچولو کوچولوش میشه سوروس و امثال اینا هم حکومت آمریکا هست که اتفاقا اون حکومت همین الان مقابل این دولت آمریکا هم داره کارشکنی میکنه خودتون دارید میبینید دیگه استیزا و مستیزا و بقیه این جریان حکومت آمریکا زمین چینی رو در داخل ایران انجام داد در سال 1374 تحت عنوان اصلاح طلبان و همه این مسائلش در داخل ایران آماده شده این از قبل زمینه چینی شده و شما میبینید مثلا بعد از مدتی که ما اومدیم جریان سروس و حمایتش از جمهوری اسلامی اینم یه پرانتز دیگه اینجا اون شعار مرگ بر اسرائیلی که میگن خود سروس یک یهودیه که اتفاقا حالا در ظاهر یا در باطن با بخش هایی از سیاست دولت فعلی اسرائیل هم مشکل داره یا نداره اون دیگه بحث من و شما نیست اون بحث خودتونه ولی این شخص هم یک شخص یهودیه تحت عنوان جورج سوروس بعد از افشاگری هایی که توسط رستاخیز سیمور انجام شد شما میبینید محمد جواد ظریف میاد توی مجلس و مجبور به اعتراف میشه که بله ما با جورج سوروس و با کمپانی سوروس ارتباط داریم حالا چرا اینو الان اینم جواب کنم خب لطفا ویدیوی ظریف هم آماده کن چرا اینو داریم میگیم؟ چون شما باید بدونیم ما باید بدونیم مسئول و مأمور اجرای این سیاستی که الان چند تا نمونه شو براتون زدیم که تهش میشه اون جریان سند
صلح خاورمیانه یا سند معامله ایران افغانستان عراق باید توسط یه سری عوامل انجام بشه. این عوامل نقششون چیه؟ جدا از مافیای رسانه‌ای که در اختیار کامل این جریان هستن، عناصری هم در فضای مجازی که کنترل به اون صورتی رو اون مافیا روش نداره، این عوامل هم مأمور اجرای این جریانن. بخش مجموعه جامعه باز سروس که هر کشوری پا گذاشته اون کشور رو اول فدرالش کرده و بعد تجزیهش کرده، زمینه سازی برای این کارو کرده که چیکار کنه؟ که در پوست اندازه یا رفرم شکلی جمهوری اسلامی بندی در قانون اساسی جمهوری آینده ایران، دیدی همشون هم اصرار روی جمهوری دارن دیگه، که بندی در قانون اساسیش بیاد که اسم این جریان، اسم این سیستم بشه حکومت جمهوری ایرانی یا جمهوری فدرال ایرانی. فدرال ایرانی پیاده بشه، حکومت‌های خودمختار منطقه‌ای دقیقاً در کردستان، در آذربایجان، در خوزستان، در سیستان و بلوچستان و در خراسان حکومت‌های منطقه‌ای و خودمختار درست بشه، زمینش آماده شده، افکار عمومی آمادن، از راست راست بگیر تا چپ چپ اراذل و باش در اپوزیسیون همشون با حکومت فدرال ایران موافقن، دارید میبینید. و در داخل ایران هم مهره ها همه صحبت از حکومت فدرالی میکنن، از جمله شاخصترینشون که مهره اصلی سروس تحت عنوان محمد خاتمی که قبلا در موردش صحبت کرد. وقتی حکومت فدرال در ایران نهادینه شد و اومد کاشته شد، بعد از مدتی، بعد از 4 سال، 10 سال، 15 سال، 50 سال شاید، این حکومت های خودمختار کارشون رو انجام دادن، رابطه های خودشون رو پیدا کردن، جوامع بین المللی اینا رو به رسمیت شمرده و در یک شارلاتانبازی و شامورتیبازی یک اختلافی بین حکومت مرکزی و حکومت های خودمختار منطقه‌ای میشه و چون اینا زمینه بین المللیش هم دارن، خیلی راحت هر کی میره سی خودش، عیسی به دین خود، موسی به دین خود، و به همین سادگی بخش هایی که الان در آینده میخوان اینا حکومت فدرال خود مختار بش بدن، در آینده خیلی راحت میتونن از ایران جدا بشن، چون گام اول و دوم و سوم رو برداشتن، فقط میمونه گام چهارم که یه درگیری یا یک حکومت ضعیف بدتر از جمهوری اسلامی در حکومت مرکزی باشه و اون اختلافاتی که به قول معروف زمینه شیریش هم بکنن و در یک شامورتی بازی یه دفعه تقریبه توقی بخوره و تمام این حکومتک های فدرال از همدیگه پاشیده بشن. اما شما در خارج از کشور میبینید جریان هایی که تمام این جریان ها در ظاهر دموکرات هم. در ظاهر صحبت از دموکراسی و حقوق مردم و حق مردم و این مسائل میکنن، اما در بزنگاه که میرسه هم حکومت، نوع حکومتش رو جامعه روانی هم اشاره داد، هم نوع حکومتش رو تعیین میکنن که جمهوریه و هم محتواش رو به قول معروف روش اصرار میکنن جمهوری فدرال ایران، و هر کسی بر علیه این دوتا جریان حرف بزنه باید از صحنه روزگار حذف بشه، باید نابود بشه. مردمی که توی ایران میان و شعار ایران شهری و ناسیونالیسم ایرانی رو میدن، این مردم صداشون باید خفه بشه، صداشون باید شنیده نشه، مردم باید چیزی رو بگن که اون مافیای سروس که سعید حجاریان توش باشه، علی جوانمردی و اینجا کجونه برا هم این بر باشن، اون شعار رو کانالیزه کنن، مدیریت کنن، بفرستن داخل ایران و اون شعار داده بشه. اون شعار چیه که همه تو شنیدید؟ حالا شما وقتی همه این مسائل رو میبینی، باید این افراد رو شناسایی کنی. وقتی این افراد رو شناسایی کردی، میتونی مقابلشون بایستی. چند مورد رو من به شما میگم دوستان. شما میبینید وقتی اقدس پشکوهی که یک چریک تروریست ایران ستیز هست، توی یک جلسه‌ای که توی اون جلسه هم چندین نفر هستن، از جمله شاهزاده رضا پهلوی هم دعوت میکنن توی اون جلسه، اقدس پشکوهی تمام تلاششو میکنه که از شاهزاده رضا پهلوی یک حکم حالا حکومتی بگیره برای نابودی دو تن، یک مهران کمالپور، دو سعید قاسم.
اینو داشته باشید. یه طرف جریان میاد توی این یکی جریان، علی ناجوانمردی میاد برنامه میسازه، ملت رو سر کار میذاره که بگه سعید قاسمی و مهران کمالپور مزدور جمهوری اسلامی هم. چرا؟ چون میگن جاوید شاه. این از یه طرف. شهرام شارلاتان میبینی از اولی که برنامه شروع میشه تا اون آخری که میخواد مریم عزیزی رو بیاره جلوی دوربین، صحبت از مزدوران جمهوری اسلامی و عامل نفاق در اپوزیسیون میکنه و اونها هم دو نفر بیشتر نیستن. این کلاغ هم حالا خوبه اصطلاح خود ما رو میزنه، مثلا میگه رستاخیز کلاغ که ما خودمون به اینا میگفتیم کلاغ. و عملا دو تا شخص رو اینا مد نظر دارن که این دو تا شخص باید از بین برن، باید حذف بشن به هر دلیلی. چرا؟ یا بقیه جریاناشون هم به همین صورت که دارید میبینید دیگه، تو فضای مجازی دارید میبینید. اسماعیل نوریالا شکوه میبینید، اصلا کلن مجموعه اراذل اوباش پنجاردی. حالا چرا اینها میان اصرار میکنن که این دو نفر باید از صحنه کنار برن؟ آیا مثلا کسی دیگه ای نیست؟ مثلا هم یارو کیه؟ مشتری عمالی که توی سوئد بود فرار کرده بود یا رفته بود، یا امثال اینها، یا شمیرانی و فخرآور و بقیه یک کجا نورایی که هستن. چرا این دو تن باید حذف بشن به هر ترتیبی که شده؟ بدونید چرا؟ چون ما میایی بازیاشون رو میگیم. هیچ کجا شما این صحبت رو نمیشنوید. شما هرگز جایی نشیده بودید که صحبت آقای نتانیاهو رو بیان برای شما به این شفافی معنیش کنن، بگن این معنیش اینه. اگه شنیده بودید بگید شنیدیم. اما اون مافیا و اون جریانی که قراره این کار رو انجام بدن باید اینا شناسایی بشن. جناب کمالپور شما توضیحات تو بده، بعد صحبت ظریف و لطفا بذار تا بریم سراغ اون جریان، ببینیم کیان امثال جوانمردی دیگه کیات اون جریان رو بریم سراغ قسمت دوم. خب توضیحات کاملی جناب مهربانی و جناب قاسمی در این خصوص دادن، اما من عرض کردم امروز من میخوام در رابطه با صحبت‌های جناب قاسمی بیشتر بپردازم به روانکاوی جامعه، چه در داخل کشور چه در جامعه بین‌المللی. شما نقشه‌هایی که در رابطه با کشور ما دیدید، شاید فکر کنید که مثلا اگر در دنیای سیاست یک کشوری مثل ایالات متحده آمریکا در یک اتفاقی مثل مانند حمله روسیه به اوکراین و گرفتن جزیره کریمه میاد اونو تحریم میکنه واقعیه، یا یک قضیه مثل درگیری های داخلی در سوریه و خلق شدن یک گروه تروریستی به اسم داعش و خیلی از چیزهای دیگه فکر کنید مثلا آره واقعیه. بران جا برو رو تصویر خودت لطفا. حتما. فکر میکنید که واقعیه و ناگهانی این اتفاقات افتاده. همونطوری که عرض کردم در 26 فوریه 1921 یک پیمان نامه‌ای بسته شد با بین اتحاد جماهیر شوروی سابق و حکومت شاهنشاهی مبنی بر همون داستانی که عرض کردم. چرا این امضا گرفته شده؟ چرا این پیمان نامه تنظیم شده؟ به دلیل اینکه قدرت‌های جهانی می‌دونستن که یک شخصیتی در رأس هرم قدرت در ایران هست به اسم شاهنشاه آریامهر و حکومتی که داره ایران رو مدیریت می‌کنه به هیچ عنوان تن به خواست‌های مافیا بر علیه ایران نخواهد داد. آمریکا میاد یک بازی رو راه میندازه در صد جامعه جهانی و در مدیا منتشر میشه، بولد میشه به اسم اینکه روسیه حمله کرد به کریمه و الان ما تحریمش کردیم. سوریه اون اتفاق میفته. عملا نتیجه خروجیش چی میشه؟ خروجیش این میشه که آمریکا ارتشش رو میاره کجا؟ در خلیج فارس، در دریای عمان، به عنوان جلوگیری از تهدیدهایی که امکان داره روسیه از خاک ایران به عنوان یک، یعنی به عنوان الان علی خامنه‌ای و تیم جمهوری اسلامی شدن سگ قلاده به دست روسیه مثلا در جامعه جهانی دیگه، و منافع آمریکا رو داره تهدید میکنه، منافع متحدان آمریکا رو داره تهدید میکنه، چه در منطقه، چه در اروپا، چه در هر جای دنیا. پس لشکرکشی میکنن، میان داخل خلیج فارس و دریای عمان.
نقشه‌ای که شما دیدید خط آبی داره کشیده میشه دور ایران و ما قبلا اخطار داده بودیم که سه جزیره و تنگه هرمز از دست ایران خارج خواهد شد به دلیل اینکه امنیت ترانسپورت دریایی رو به خطر میخواد بندازن، میگن به خطر انداخته ایران و نمیتونه امنیت این منطقه رو حفظ بکنه، پس دیگه تو دست ما باید باشه. اما عملا با نقشه‌ای که فیگارا منتشر کرد نشون داد امروز در شرایطی داریم صحبت میکنیم که ایران از همه طرف در محاصره است. از داخل جمهوری اسلامی از سال 57 توسط مافیا قرار داده شد، پتانسیل های داخلی ایران رو ضعیف کردن، پتانسیل های مردمی یا نیروی انسانی ایران رو ضعیف کردن، صنعت رو متلاشی کردن، اقتصاد رو متلاشی کردن، ارتش قدرتمند رو متلاشی کردن، هر چیزی که میتونست باعث این بشه شاید ایران به اون دلیل با داشتن اون پتانسیل حرف مافیا رو گوش نکنه گرفتن. یعنی جمهوری اسلامی دقیقا نقشه رو اجرا کرد نابود. سیاه بازی که راه میندازن، خطای دیدی که ایجاد میکنن این هستش که آمریکا میگه به هیچ قیمتی روسیه نباید به آبهای گرم برسه. مگه امکان پذیره دو قطب قدرت جهانی با هم دیگه هماهنگ نباشن و دست به این حرکات بزنن؟ دو تا سگ شما میبینید دارید حریم دارن برای خودشون، اون سگه وارد حریم اون یکی نمیشه، اون یکی سگه وارد حریم این یکی نمیشه. قراردادهای نانوشته‌ای وجود داره در جهان که مردم نمیبینن اما جزو پیماننامه‌های اصلی پشت پرده است که حق ندارن به حریم هم دیگه نزدیک بشن. امروز شما شاهد این هستید ایالات متحده در کلیه کشورهای حاشیه خلیج فارس نه تنها پایگاه نظامی داره بلکه هزاران نفر نیروی نظامی داره، تجهیزات نظامی داره. وقتی برایان هوک با افتخار اعلام میکنه که مدیریت نظامی منطقه خلیج فارس رو به انگلستان سپردن، باید بدونیم این طرح و نقشه یک طرح دراز مدته. یعنی وقتی در زمان شاهنشاه نتونستن اجرا کنن، وقتی در زمان شاهنشاه ما شدیم عقاب اوپک، وقتی در زمان شاهنشاه پول ما داشت وارد ارزهای بین المللی می شد، وقتی در زمان شاهنشاه ارتش ما جزء 5 ارتش برتر جهان بود، وقتی در زمان شاهنشاه پاسپورت ایرانی نیاز به ویزا برای ورود به 72 کشور را نداشت، وقتی در زمان شاهنشاه در بیشتر صنایع قدرتمند آن زمان و امروز مثل بنز، مثل بوئینگ ما سهامدار عمده بودیم، شاهنشاه به نام ایران سهام خریده بود، تمام اینها باعث میشه اون طرح و نقشه اجرا بشه و ما رو به اینجا برسونه. امروز در کمتر از نیم قرن هر آنچه که داشتیم از دست دادیم. امروز ما نمیتونیم حرفی در جهان بزنیم. امروز ایرانی های خارج از کشور حرفی برای گفتن در جامعه جهانی ندارند. امروز ایرانی هایی که بدون شما شاهزاده رضا پهلوی رو بذارید کنار برای بار 100 میلیاردم، ما در تمام صحبت هامون هیچ کدام از موضوعاتمون مربوط به شاهزاده رضا پهلوی نیست و روی سخنمون اصلا با شاهزاده رضا پهلوی نیست، چون اصلا ما در مسیر مبارزه اصلا با شاهزاده کاری نداریم، ما به عنوان سرباز کار خودمون رو داریم انجام میدیم. ایرانی هایی که در خارج از کشور هستن، چه ایرانی هایی که در اپوزیسیون فعالیت نمی کنن، در هیچ حزب و گروه و سازمان و نهاد و نمیدونم انجمن و هیچی نیستن، چه مدعیانی که 41 سال طلبکار همه هستن که مبارزه کردند اما هیچ کاری نکردند به غیر از نگه داشتن جمهوری اسلامی. وقتی نگاه میکنید در
نشست های مهم ورود پیدا میکنن یا جلساتی میذارن، مخصوصا در دولت دونالد ترامپ با برایان هوک نشست میذارن، با نمیدونم در سفارت های آمریکا در کشورهای مختلف نشست میذارن. مثلا چند روز دیگه در سفارت آمریکا در برلین یک نشستی هستش که میخوان یک سری دوباره برن اونجا صحبت کنن. شما در مجموع تمام این حرفا رو که میشنوید اگر همه رو جمع بکنید بریزید کفه ترازو، یه دونه ارزن اهمیت نداره در مسیر گذر جمهوری اسلامی، در مسیر حفظ منافع ایران، در مسیر حفظ تمامیت ارضی ایران، در مسیر نجات مردم ایران. چرا؟ چون شعور کافی وجود نداره و نمیخوان قبول کنن، چون نمیذارن به مافیایی که وصلن نمیذارن اینها برن حرف مردم ایران رو بزنن. اونها میرن یک سری صحبتهای کلیشه‌ای 41 ساله رو اونجا تکرار میکنن و احمقانه بیخردانه فکر میکنن رفتن اونجا خیلی مثمر ثمر بودن و مؤثر واقع شده، در صورتی که کشورهای جهان حتی جیبوتی، مسئولان جیبوتی از ذره ذره ثانیه به ثانیه اتفاقات جهانی مطلعن، چه برسه ایالات متحده آمریکا. مگه میشه ایالات متحده آمریکا خبر نداشته باشه جمهوری اسلامی از کدام یک از مجاری های مالی خودش داره پول تزریق میکنه به فلسطین و لبنان و گروه های تروریستی مثل حماس و حزب الله و فلان و فلان؟ مگه میشه؟ مگه داریم؟ اینا شوخیه برای ایجاد خطای دید. میسنجن، جامعه جهانی میسنجه که مردم ایران چقدر هوشیارن. وقتی 20 نفر 200 نفر میرن اونجا لایک میزنن، میرینسن دمتون گرم که دارید راه ها رو میبندید، ایالات متحده میفهمه مردم ایران هنوز دارای بینش کافی سیاسی نیستن، چون نفهمیدن هنوز خود ایالات متحده آمریکا باز کننده بسیاری از این مجاری ارسال پول هست. خود ایالات متحده به تمام سوراخ سنباره رو میشناسه. پس اگر یک زمانی تصمیم بگیره که یک سوراخ دعا رو ببنده، بلافاصله خودش میبنده، نیازی به اطلاعات نداره، داره سطح شعور و سواد ایرانی ها رو محک میزنه. وقتی میگه روسیه نیروی نظامیشو در جنوب ایران در پایگاه نیروی دریایی ایران مستقر کرد، محک میزنه بفهمه که آقا اینا تبانی کردن یا نکردن. طبق تعامل پشت پرده در یک مانوری در دریای چین بین با روسیه و چین، اینا مشترک با جمهوری اسلامی مانور انجام دادن، از همون ور سر ناوا رو کج کردن، اومدن توی خلیج فارس و دریای عمان پهلو گرفتن، توپ رو انداختن حالا تو زمین آمریکا. آمریکا میگه منافع ما به خطر افتاد، نیروی نظامی روسیه وارد آبهای گرم شد، حالا ما باید ارتشمون رو بیشتر کنیم، حالا باید نیروی نظامیمون رو بیشتر کنیم. جمهوری اسلامی یا اینا رو بنداز بیرون، وگرنه منم اینجا نیرو دارم، منم اینجا متحدانی دارم که تو خاکشون پایگاه نظامی دارم. ببینید زد و بندهای سیاسی به درازای تاریخ خلقت بشر ادامه داره و زنجیروار تماما به هم متصل هست. اگر شما فکر کنید یک زمانی یک قطره خون از دماغ یک رئیس جمهوری در مثلا آمریکا ریخ، اما خود سردمداران و سیاستگزاران جهانی پشت پرده از جمله آمریکایی‌ها، از جمله CIA، از جمله MI6، از جمله کاگبه و و و و مطلع نیستن، شما باید از دنیای سیاست خداحافظی کنید. شما به درد سیاست نمیخورید، به درد مبارزه نمیخورید. اگر کسی فکر میکنه، ابلهان و بیخردانی که این جمله رو تکرار میکنن الان بهتون میگم، فکر میکنید با جنگ مسلحانه میتونید جمهوری اسلامی رو سرنگون کنید، تبلیغ میکنید به جنگ مسلحانه،
تبلیغ میکنید یا تلاش میکنید برای ایجاد اردوگاه های آموزش نظامی، یعنی شما خرد مبارزه سیاسی در دنیای مدرن هزاره سوم قرن 21 رو ندارید. از این قائله مستثنا خودتون رو بکشید کنار، چون هنوز بازی سیاسی رو بلد نیستید، هنوز پشت پرده ها رو نمیخونید. اگر من و سعید قاسمی میاییم میشینیم جلوی پرده بی پروا تمام اینها رو بیان میکنیم، ذهن باز بشه، با جون خودمون بازی میکنیم، به خاطر اینی که جامعه ایرانی باید بدونه، باید هوشیار باشه، به اندازه مردم ایسلند، به اندازه مردم ایرلند، به اندازه مردم نروژ، فنلاند، دانمارک، سوئد، آلمان، باید نسبت به مسائل روز سیاسی، چه در روبروی جلوی پرده در مدیا، چه در پشت پرده، شناخت داشته باشه. یک سری واژگان، یک سری کلماتی رو شنیدیم، خوندیم، مطالعه میکنیم در حد ابتدایی آماتوری، فقط میشنویم گروه 300، فقط میشنویم گروه بیلدربرگ، فقط میشنویم ماسون ها چه هستن. اما نفوذ قدرت مافیا، چند دست مافیای جهانی در حال تصمیم گیری برای جهان هستند و نمیشناسیم. آیا جمهوری اسلامی بخشی از مافیای جهانی هست یا نه ابزاری برای دست مافیای جهانی است؟ وقتی اینها رو بشناسیم میفهمیم دلایل وجود و حضور نیروی نظامی روسیه در دریای عمان و خلیج فارس چیه. وقتی اینها رو فهمیدیم، اون موقع میتونیم آنالیز کنیم که چرا باید رژیم حقوقی دریای کاسپین امضا برسه و در این بره زمانی. وقتی اینها رو بفهمیم، میدونیم چطور داره اتفاق پیش میره که سه جزیره تنب کوچک و بزرگ و ابو موسی از خاک ایران جدا بشن، چطوری داره تنگه هرمز از مدیریت و سیستم امنیتی ایران جدا میشه. اون موقع است میفهمیم که چطور اتفاق افتاد در طول 41 سال قدرت برتر نظامی خاورمیانه به پست‌ترین مرحله از قدرت خودش رسیده که دور تا دور گربه‌ای که دیگه وجود نداره برامون میو میو بکنه، شده نیروی نظامی مهاجم برای ورود به خاک ایران. اگر ما سواد این چیزا رو نداریم، نمیتونیم بررسی بکنیم. اگر سوادش رو داریم، وقتش رو نداریم. اولویتتون ایران نیست، از مبارزه بکشید کنار، از کار سیاسی فاصله بگیرید. کسی میتونه حرف بزنه، کسی میتونه عامل پیروزی بشه در این شرایط که اول اولویتش ایران و گذر تمام و کامل از جمهوری اسلامی باشه. کسی که امروز اولویتش بیزینسشه، کسی که امروز اولویتش سفر به ایرانشه، کسی که امروز اولویتش رسیدن به روزمرگی ها در خارج از کشورشه، کسی که امروز روزمرهش تغییر و تحول در زندگی در خارج از کشوره، رفتن به دیسکو، کنسرت و این چیزا هست، وقتی تعطیلی میشه سفرهای خارجیش اولویتشه. اولویتش ایران نیست، اولویتش خونهای ریخته شده جوانان ایرانی نیست، اولویتش از بین رفتن تمامیت ارضی کشور نیست، اولویتش بخشیدن تمام آنچه که ما داشتیم در ایران نیست. حق کوچکترین اظهار نظری در هیچ زمینه‌ای نداره و فقط هر حکومتی که باشه امروز مجبور به جمهوری اسلامی بگه بله چشم قربان، فردا به حکومت بعدی باید بگه بله چشم قربان و حق اظهار نظر نداره. میخواد رأی بده، سب کنه، هر موقع صندوق رأی آوردن در خونهش رأیشو بندازه، نمیتونه بیاد نسخه بپیچه. 41 سالی که این همه ایرانی آواره شدن، اپوزیسیون ادعا کرد. دوستان عزیز، همیهنان، اپوزیسیون عملاً هیچ پروژه‌ای برای گذر از جمهوری اسلامی نداره. شما سرکارید، تو تله گیر کردید. اسماعیل نوری علا بخشی از جمهوری اسلامیه، محسن سازگارا بخشی از جمهوری اسلامیه، شهرام همایون استیکر فروش جدید بخشی از جمهوری اسلامیه،
حسن شریعت مداری بخشی از جمهوری اسلامیه، علی جوانمردی بخشی از جمهوری اسلامیه، ویکتوریا آزاد بخشی از جمهوری اسلامیه، حسین بور بخشی از جمهوری اسلامیه، رسانه های فارسی زبان بخشی از مدیران جمهوری اسلامی هستند، رسانه های فکستنی لس آنجلسی بخشی از هدایت کنندگان جمهوری اسلامی هستند. تو تله گیر کردید. امروز وقتی شما میبینید کسانی که دارن دست اینا رو رو میکنن، از زمین و آسمون داره بهشون حمله میشه، کوچیک کوچیکش فحاشی ناموسیه برای ماها که به ما دارن فحاشی میکنن. یعنی چندین بار اینو گفتم دیگه، من و جناب قاسمی شدیم یک نمونهی برای عامل خلقت در دنیا که ورژن جدید پوست کرگدن رو از روی پوست ما دو نفر دارن میسازن. یعنی پوست کلوفترین موجودات جهان ما دو نفر شدیم. خب وقتی شما اینا رو میبینید یعنی باید متوجه بشید. اگر متوجه نمیشید واقعا بذارید برید کنار که آقا نمیخوان جمهوری اسلامی بره، میخوان نگرش دارن. این دو نفر زنگ خطرن، این دو نفر میتونن عامل پیروزی باشن، میتونن عامل روشنگری باشن، این دو نفر میتونن عامل هوشیاری مردمی بشن که براشون گذر از جمهوری اسلامی به مراتب خیلی راحت‌تر از این چیزی بوده که در طول این 41 سال با زانو تو حلقشون فرو کردن. اما نمیذارن، به هر سبک و سیاق شده نمیذارن این اطلاعات به دست مردم برسه، نمیذارن صحبت ما برسه، نمیذارن مردم بفهمن. اینجاست که جامعه جهانی نگاه میکنه، کشورهای قدرتمند نگاه میکنن، از صدر تا زیل مردم ایران به کجا رسیدن، به چی میاندیشن، اگر یک اتفاق ساده ای رخ میده چه ریاکشنی نشون میدن. اگر معصومه قومی‌نژاد رو برمیدارن میبرن در کنفرانس داووس، عکس العملشون چیه؟ آیا الان مردم ایران کسی که تا پریروز اصلاح طلب بوده، حمایت میکرده، برای انتخابات تبلیغ میکرده، شوهرش عضو نایاکه برای جمهوری اسلامی داره رایزنی میکنه رو مردم پذیرا شدن یا نشدن؟ اینجاست که میبینیم یه دفعه میان پرستان میان میگن ما معصومه قومی‌نژاد رو قبول نداریم، اما خرد باختگان یا مزدوران یا کسانی که ابزار دست مافیا قرار گرفتن بلا فاصله اهرم سازی میکنن، میان میگن چون شاهزاده رضا پهلوی باش مصاحبه کرده، چون شاهزاده رضا پهلوی اجازه داده که اون وارد حریمش بشه، چون شاهزاده رضا پهلوی و و و و و بلافاصله شاهزاده رو بولد میکنن در دنیای دموکراسی، میگن باید قطع اللسان بشن، هیچ کس حرف نزنه، هیچ نظری نده، دیکتاتوری کامل رو اجرا میکنن. جامعه جهانی برداشتش رو میکنه، میگه این مردم همون مردمی هستن که تا دیروز دشمن خودشون رو میشناختن، اما امروز دشمنشون پوستین عوض کرد، با آغوش باز رفتن به استقبالش و بغلش کردن. پس بس جامعه جهانی، این مردم حقشونه، فعلا با چماق بزنین تو سرشون. اگر اینها رو نمیفهمید، میگم نمیفهمید، عمدن میگم، ایران از من و شما خیلی مهمتره. اگر این موضوعات به این سادگی رو نمیفهمید، بلا فاصله خودتون رو همسط و همتراز با شاهزاده رضا پهلوی میکنید، لطفاً از دنیای سیاست خارج بشید، از دنیای مبارزه خارج بشید. چطور امکان داره سعید قاسمی و مهران کمالپور در طول فعالیت چند سالهشون بارها اعلام میکنن در دنیایی که ما داریم میجنگیم، داریم مبارزه میکنیم، دموکراسی یک واژه سخرآمیز برای تفکر یک برانداز هست، همه به ما حمله میکنن، میگن اینا دیکتاتورن. امروز تمام اونها حرفای ما رو تکرار میکنن و شده حرف درست و منطقی؟ پس به این واژه از حرفای ما هم برسید که در زمانی که با یک دشمن دیکتاتور داریم مبارزه میکنیم، با یک دشمن خوناشامی که از هیچ گونه جنایتی چشم‌پوشی نمی‌کنه برای مردم ایران، با هیچ یک از افراد، گروه‌ها، سازمان‌ها، نهادها،
کلن مجموعی که به اسم اپوزیسیون دارن مردم رو سرگرم میکنن، ما شوخی نداریم، مماشات بلد نیستیم، مسامحه نمی کنیم، بر سر منافع کشورمون معامله نمی کنیم که منافع ملی کشورمونو مردممونو بفروشیم، یک منافع موقت رو برای خودمون تصاحب کنیم. کاری که در طول 41 سال بالغ بر 95% به بالای تمام این اپوزیسیون ها کردن. صحبت هایی که سعید قاسمی پیش قدم شد در رابطه با آیوسمی، پیشگام بود در زمینه آیوسمی، در زمینه جورج سوروس چه مشکلاتی رو برای ایران از سال 57 رقم زده تا به امروز. چرا در روزهای نخستین همه بهش حمله کردن؟ موقعی که خود من متوجه شدم اومدم وسط و شروع کردم صحبت کردم، چرا بهمون حمله کردن؟ اون آقایانی که میشینن باد میندازن تو قبقبشون، زمانی که سیاوش امانی، زمانی که آیوسمی، کیومرث نعیمی، آریاسب باوند، آقا رضا دزده، اون یکی جوجه ماشینی که سخنگوشون در آلمان بود، زمانی که اینها بهشون حمله میکردن، آقایی که ادعا میکنه آهوی نمیدونم فلان من میگیرم میبندم، نمیتونست از خودش دفاع بکنه در مقابل آیوسمی، اومد پشت سعید قاسمی و مهران کمالپور قایم شد تا بهش آسیبی نرسه. الان کجا هستن که ببینن صحبت‌های اون روز ما عاملی شد که ادامه دادیم و ادامهش باعث شد جواد ظریف بره توی مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی تمام و کمال حرفای ماها رو تایید بکنه. از دوستانی که همراه ما بودن در طول این چند سال که همه جا میرن حمایت میکنن، اگر کسی به سعید حرف بزنه، به من چیزی رو نسبت بدن، توهین بکنن، تهمت بزنن، دفاع میکنن، سپاسگزارم. اما بقیه کجای داستانی؟ اگر هنوز نمیفهمید که ایران اسیر دست شما هاست که نمیتونن میهن پرستان آزادش کنن، باید مرگ برای شما آرزو باشه که ایران داره پاشیده میشه. اما اثر غروری که دارید، اثر فرصت طلبی که دارید، اثر جاه طلبی که دارید، اثر منافع شخصی که دارید، حاضرید ایران متلاشی بشه، ایرانی نباشه. اما شما دو روز بیشتر حرافی بکنید، ماهی 2300 یورو بگیرید، ماهی 5000 دلار بگیرید، ماهی 100000 دلار از ارباب بزرگترتون بگیرید، ماهی 250000 دلار از مردم و از جمهوری اسلامی و سپاه اینور بگیرید، اما قیمتش نابودی ایران و مردم ایران بشه. براتون مهم نیست و مرگ برای شماها آرزو باید بشه در فردای بعد از آزادی ایران که روبروی دادگاه قرار بگیرید. من این ویدیو رو پخش کنم که جواد ظریف در مجلس شورای اسلامی چه گفت. در زمان در مورد ارتباط بنده با بنیاد جامعه باز و با بنیاد سروس در زمان سفارت بنده، بنیاد جامعه باز وقتی که من به نیویورک رفتم با ایران ارتباط داشت، به ایران سفر میکرد، با قسمت‌های مختلف با شهرداری‌ها ارتباط داشت. اون چه که من انجام دادم این بود که این ارتباطات رو در واقع محدود و منظم کردم و هر دفعه اینها موظف بودن بیاد به من گزارش بدن که چه کار میکنن که اجازه ندهم خارج از منافع ملی کاری در این زمینه صورت بگیره. بعدها که آقای کیان تاجبخش که نماینده بنیاد جامعه باز در ایران بود در ایران دستگیر شد، این رو به عنوان اعتراف مطرح کرد که من میرفتم و به ظریف گزارش میدادم و حتی پیشنویس نامه هاش رو مینوشتم. این یک واقعیته که بنده به جای اینکه در خانه بنشینم در طول 5 سال سفارتم در نیویورک